شما شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید شنوندگان عزیز در برنامه امروز با هم به مطالعه بخش دیگری از کتاب اول پادشاهان که در قسمت عهد عتیق کتاب مقدس می باشد می پردازیم. از آنجایی که سلیمان فرزند نخست زاده داوود نبود نمی توانست بر طبق رسوم آن زمان به مقام پادشاهی برسد اما آرزوی داوود و اراده خداوند بر این بود که سلیمان به جای برادر بزرگترش ادونیا بر تخت پادشاهی اسرائیل بنشیند ادونیا فرزند داوود و حجیت بود بعد از مرگ فرزندی که از همخوابگی داوود با بدشبه به دنیا آمده بود و بعد از آنکه داوود از خداوند تقاضای بخشش برای گناهان خود کرد خداوند او را برکت داده و به داوود و همسرش بدشبه فرزند پسری هدیه کرد که سلیمان می باشد. از آنجایی که اراده خداوند بر این بوده است که سلیمان به دنیا آمده و بر تخت پادشاهی اسرائیل بنشیند دیگر سرکشی و تقیان ابشالوم بر علیه پدرش داوود برای دسترسی به تاج و تخت بیهوده بوده است. در داستان ابشالوم شنیدیم که او و سپاهیانش در جنگ با داوود و لشکریان او شکست خوردند و ابشالوم در این جنگ کشته شد. حال با هم به آیه های یک تا دوازده از فصل دوم کتاب اول پادشاهان گوش می‌دهیم. هنگامی که وفات داوود نزدیک شد سلیمان را نزد خود خواند و آخرین دستورات خود را به او داد و چنین گفت مرگ من فرا رسیده است نیرومند باش و از خود مردانگی نشان بده و هر آنچه خداوند خدایت به تو فرمان میدهد انجام بده از همه فرامین و قوانین او پیروی کن همانطور که در احکام موسی نوشته شده است تا در هر کجا که می روی و هر آنچه می کنی کامیاب گردی اگر با دقت و وفاداری و با تمام دل و جان از او پیروی کنی خداوند وعده ای را که به من داده عملی خواهد کرد که فرزندان من بر اسرائیل حکومت خواهند کرد همچنین به یاد آور که یعاب پسر سرویه با کشتن دو فرمانده نظامی اسرائیل ابنیر پسر نیر و اماسا پسر یتر با من چه کرد؟ به یاد آور او چگونه آنها را در زمان صلح به انتقام قتل در زمان جنگ کشت او مردان بیگناهی را کشت و حالا من مسئول عمل او هستم و در نتیجه رنج میکشم. پس با دانش عمل کن اما نگذار او به مرگ طبیعی بمیرد ولی با پسران برزلایی جلعادی مهربان باش و از آنها نگهداری کن زیرا هنگامی که من از دست برادرت ابشالام می گریختم آنها به من مهربانی کردند همچنین شمعی پسر جیرای بنیامینی اهل بهوریم را به یاد داشته باش که وقتی به مهنایم رفتم او بدترین دشنامها ها را به من داد اما روزی که در رود اردن به دیدنم آمد قسم خوردم که او را نکشم اما تو نباید بگذاری او بی سزا بماند تو میدانی با او چه باید کرد او را با موهای سفید غرق به خون به گور بفرست داوود درگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد او مدت چهل سال بر اسرائیل سلطنت کرد هفت سال در حبرون و سی و سه سال در اورشلیم. سلیمان جانشین داوود پدر خود گشت و پادشاه شد و قدرت سلطنت او استوار گردید. داوود که خود را به گناه آلوده کرده بود، در برابر عظمت خداوند به زانو در آمده و از او تقاضای بخشش برای گناهان خود کرد. خداوند نیز چون میدانست که داوود از صمیم قلب پشیمان شده و آماده است تا خود را و زندگی خود را در خدمت خداوند قرار دهد او را برکت داد و سلیمان که از نسل او بود بر تخت پادشاهی نشست در طول سلطنت سلیمان اسرائیل توانست از لحاظ ثروت اقتصادی رشد فراوان کرده و به قدرتی عظیم تبدیل شود اما نتوانست به آن رشد روحانی برسد که در زمان حکومت داوود داشته است حال با هم به آیه های 13 تا 25 از فصل دوم کتاب اول پادشاهان گوش می دهیم. سپس ادونیا پسر حجید نزد بتشبع مادر سلیمان رفت. بتشبع پرسید آیا به قصد صلح آمده ای؟ او پاسخ داد بلی درخواستی دارم به شبع پرسید چه میخواهی؟ او پاسخ داد تو میدانی که من باید پادشاه میشدم و همه در اسرائیل منتظر به تخت نشستن من بودند اما چنین نشد و خواست خدا بود که برادرم پادشاه گردد حالا من درخواستی دارم خواهش میکنم آن را رد نکنید به شبع پرسید چه خواهی؟ او پاسخ داد چون میدانم او درخواست تو را رد نمیکند از سلیمان پادشاه درخواست کن تا اجازه بدهد که من با عبی دختر شونم ازدواج کنم به گفت بسیار خوب من به پادشاه خواهم گفت پس به نزد سلیمان پادشاه رفت تا از طرف ادونیا با او گفتگو کند پادشاه به استقبال مادر خود برخاست و در مقابل او تعظیم کرد بعد بر تخت خود نشست و امر کرد تا یک تخت دیگر هم برای مادرش بیاورند که در دست راست او بنشیند. آنگاه مادرش گفت من از تو خواهش کوچکی دارم و امیدوارم که آن را رد نکنی. پادشاه گفت خواهشت را بگو مادرم. البته هرچه بگویی قبول می کنم. به گفت اجازه بده که ابیشک با برادرت ادونیا ازدواج کند. پادشاه پرسید چرا این خواهش را از من می کنی؟ اگر میخواهی که عویشک را به او بدهم در آن صورت بگو که سلطنت را هم به او تسلیم کنم زیرا او برادر بزرگ من است همچنین ابیاتار کاهن و یعاب پسر سرویه طرفدار او هستند آنگاه سلیمان پادشاه به نام خداوند سوگند یاد کرد و گفت خداوند به من چنین و بدتر کند اگر این سخنها به قیمت جان ادونیا تمام نشود خداوند مرا بر تخت سلطنت پدرم داوود استوار گردانید او به قول خود وفا کرد و پادشاهی را به من و فرزندان من داد من به خدای زنده سوگند یاد می کنم که ادنیا امروز خواهد مرد و سلیمان پادشاه بنا یاهو پسر یهویادا را فرستاد و او ادنیا را کشت چه لزومی داشت که سلیمان دستور داد تا برادر خود ادونیا را که از او فقط اجازه ازدواج با این دختر را میخواست بکشند؟ این دختر که عبیشک و از اهالی شونم بود در آخرین روزهای عمر داوود از او نگهداری میکرد و حتی برای گرم کردن بدن بیمار و سالخورده داوود با او در یک تخت می خوابید. اما داوود با این دختر همخوابه نشد. حال ادونیا که از قبل خود را آماده در دست گرفتن قدرت در اسرائیل می کرد و توانسته بود چند تن از درباریان و نیز ابیاتار کاهن را با خود هم دست کند با انتخاب سلیمان به عنوان پادشاه اسرائیل موافق نبود. هرچند این انتخاب سلیمان با میل و آرزوی داوود و به دستور خداوند بود اما ادونیا خود را لایق این مقام می دانست. بنابراین او خود را برخلاف اراده خداوند برای در دست گرفتن قدرت آماده می کرد. از آنجایی که سلیمان به عنوان پادشاه صاحب اختیارات بود، ادنیا تصمیم گرفت تا با زیرکی نقشه های خود را جامعه عمل بپوشاند. زمانی که او از بدشبع خواست تا از سلیمان برای ازدواج با ابیشک که تا آخرین لحظه عمر داوود در کنار او بوده است ازدواج کند، در حقیقت او قصد داشت تا آنچه را که به داوود پادشاه متعلق بوده است تصاحب کرده و با این عمل خود را به عنوان جانشین داوود به اسرائیل معرفی کند. بدشبع نمی دانست که قصد واقعی ادونیا چه بوده است اما سلیمان نیرنگ ادونیا را شناخته و به همین خاطر دستور داد تا ادونیا را بکشند. و بعد از کشتن ادونیا دیگر کسی در اسرائیل نبود که قصد براندازی سلیمان و تصاحب تاج و تخت پادشاهی اسرائیل را داشته باشد این بود که تمامی سرمایه های اسرائیل صرف بازسازی و گسترش اقتصادی اسرائیل شد و سرمایه‌ای برای جنگ و حفظ سلطنت هزینه نشد سلیمان از خداوند خواست که به او فهم و دانش عطا کند تا بتواند به عنوان پادشاهی آگاه و مقتدر بر اسرائیل حکومت کرده و در خدمت خداوند باشد و خداوند به او نه تنها دانش و آگاهی بلکه ثروتی عظیم و عمری طولانی عطا کرد. آنچه که سلیمان از خداوند دریافت کرد بیشتر از آن چیزی بود که او از خداوند خواسته بود. داوود پدر سلیمان خود را به گناه آلوده کرد و بارها از فرمان خداوند سرپیچی نمود. بعد از آنکه او متوجه اشتباهات خود می گردد، به خداوند روی آورده و از او در حالی که عشق در چشمان داشت و قلبش شکسته بود در برابر خداوند زانو میزند و به گناهکار بودن خود اعتراف می کند. او از خداوند برای تمامی گناهان خود تقاضای بخشش می کند. خداوند نیز او را برکت داد و او را بر دشمنانش پیروز گرداند. خداوند حتی او را بیشتر برکت داد و سلیمان فرزند داوود بر تخت پادشاهی اسرائیل نشست. سلیمان هم در طول زندگی خود خطاهای زیادی کرد. ولی چون او هم مانند پدرش به اشتباهات خود آگاه شده و از خداوند تقاضای بخشش کرد، خداوند نیز او را بخشید و او را بیش از پیش برکت داد. خداوند به او دانش و ثروت فراوان و عمر طولانی بخشید. آنگاه که ما در برابر صلیب زانو زده و به تمامی گناهان خود اعتراف می کنیم و از خداوند در نام عیسی مسیح برای گناهان خود تقاضای بخشش می کنیم، او ما را آنچنان که در کتاب مقدس به ما وعده داده شده است می بخشد. او به ما زندگی دوباره ای عطا می کند و ما چونان فردی که تازه متولد شده باشد می توانیم در ایمان رشد کرده و شاهد زنده ای برای بخشش عظیم خداوند باشیم. این یک نجات واقعی است و برای آنکه این نجات واقعی را دریافت کنیم باید که از صمیم قلب و با صداقت و راستی کامل از خداوند برای تمامی گناهان خود تقاضای بخشش کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند توانایی بخشیدن ما را دارد و همانطور که در کتاب مقدس در بخش عهد جدید آمده است اگر بخشش و نجات را در نام عیسی مسیح تقاضا کنیم بخشش و نجات از آن ما خواهد بود عیسی مسیح که مرد و دوباره زنده شد اکنون در دست راست خدا نشسته و برای ما شفاعت می کند. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031 638 98 98 98, 98, 98 تکرار می کنم 2031 638 98 98, 98, 98 و همینطور ایمیل آدرس ورپرژن ات جیمیل دات کام با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در ویب سایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال میشویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.